جامعه پذیری. موضوع دیگری که میتواند ارتباط مستقیم به وجود رفتارهای خشن با زنان و کودکان داشته باشد، فراگرد جامعه پذیری انسان هاست. بروس کوئن همانند بسیاری دیگر از جامعه شناسان معتقد است که فراگرد اجتماعی شدن در درون خانواده آغاز می شود. خانواده به عنوان نماینده تمامی جهان پیرامون کودکان است. حتی برداشت کودک از خودش، جهان و مردم پیرامونش تحت تأثیر رویکردها و باورهای خانواده‌اش شکل می‌گیرد. در نتیجه فراگرد اجتماعی شدن انسان‌ها، عرف، قوانین و هنجارهای یک فرهنگ را ملکه ذهنش می‌کند. وقتی هنجارها ملکه ذهن فرد می‌شود، او دیگر درباره درستی و یا نادرستی، شایستگی یا ناشایستگی هنجارها تردید نمی کند و در این صورت فرد به خودی خود از هنجارها به عنوان رفتار شایسته اجتماعی تبعیت می کند. عوامل عمده اجتماعی شدن عبارت از خانواده، مدرسه، گروه‌های همسالان و رسانه‌های همگانی است. اما شاید به جرأت بتوان گفت که هسته سخت و اولیه اجتماعی شدن که به قبول بیچون و چرای هنجارهای یک فرهنگ می انجامد، خانواده و روابط درون خانواده است. چنان که چارلز هورتون کلی در طرح نظریه خود آیینه‌سان به این نکته اشاره دارد که جامعه مانند یک آیینه است که فرد واکنش‌های دیگران نسبت به رفتار خود را می‌تواند در آن مشاهده کند. وی بر این عقیده است که تحول خود اجتماعی هر فرد از همان نخستین سال‌های زندگی آغاز می‌شود. تصویر خود یک کودک از خانواده‌اش سرچشمه می‌گیرد. در نتیجه کودکی که در خانواده‌اش با ساختار قومی و طایفه‌ای متولد می‌شود، از دوران کودکی هنجارهای موروثی محیط خود را می‌گیرد. کودکان پسر با فرادستی و استقلال و مجاز به اعمال خشونت جامعه پذیر می‌شوند و دختران با فرودستی، عدم استقلال، وابستگی به مردان و تحمل خشونت پروسه جامعه پذیری را طی می‌کنند و هنجارهای محیط پیرامون خود را ملکه ذهن می سازند. این گونه است که اعمال خشونت در مردان و تحمل خشونت در زنان بخش عمده باورهای زنان و مردان را در یک جامعه شکل می دهد. هرچند زیر سؤال بردن هنجارهای کهنه توسط زنان و نیز مقاومت مردان در مقابل تغییر آن هنجارها در سراسر جهان از جمله کشور ما نیز امری است رایج، زیرا زنان این تغییرات در حوزه عرف، قوانین و هنجارهای قدیم را به نفع خود و مردان این تغییرات را در جهت کاستن از اقتدار خود می‌دانند. در نتیجه چالشی سخت در جامعه بین هنجارهای دنیای قدیم و دنیای مدرن در گرفته که این چالش در مناطق قومی و طایفه‌ای سخت‌تر و هولناک‌تر است. فشار و کنترل اجتماعی شدید. یک استاد رشته جامعه شناسی در دانشگاه چمران می‌گوید در این استان حق ازدواج دختر با پسر عمو یا پسر پسر عمو یا هر کس دیگری که در این دایره قرار دارد داده شده و از خانواده مادری کسی حق خواستگاری از دختر را ندارد مگر پسر عمو اجازه دهد، وگرنه قطعاً به قتل و جنایت منجر خواهد شد مگر آنکه ریش سفیدان پا پیش نماند. به غیر از قتل‌های ناموسی که علناً اعلام می‌شود، قتل‌های مشکوکی مانند خودکشی، خراب شدن دیوار بر سر دختران، کشف جسد در رودخانه و مرگ بر اثر سم نیز مشاهده می شود که این قتل‌ها نیز مشکوک به قتل‌های ناموسی است. از تنی چند از روشنفکران خوزستانی می پرسم که واکنش زنان و مردان جوان و تحصیل کرده نسبت به این قتل‌ها چگونه است؟ در جواب می شنوم که در نگاه زنان جوان اعتراض موج می زند، اما
هنوز امکان ابراز آن را ندارند و مردان جوان و تحصیل کرده هم با شنیدن چنین اخباری دچار بهت و حیرت می شوند. بهت و حیرت را می توان از نگاه آنها خواند. سوال می کنم مردان جوان چطور؟ آیا آنان جرأت اعتراض این قطرها را دارند؟ در جواب می گویند هنوز نه. بزرگ سالاری و پدر سالاری هنوز در این استان در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد که توان مقابله با آن نیست. با هر زنی که امکان گفتگو در این مورد را پیدا می‌کنم سوال می‌کنم واکنش مادرها به هنگام قتل دختران چگونه است؟ آیا آنها به مردان خانواده اعتراضی نمی‌کنند؟ از دخترانشان حمایت نمی‌کنند؟ از همه آنان می‌شنوم که به هنگام قتل دختر مادران نهایت همکاری را با مردان اعم از شوهر، پسر، برادر و غیره می کنند. زیرا عدم همکاری آنها به معنای شریک بودن مادران در جرم دختران است. ناگفته نماند که این قتل‌ها صرفاً در مورد دختران و زنان جوان نیست، بلکه موارد بسیاری وجود داشته که پسری به دلیل شنیدن شایعه‌ای در مورد مادرش اقدام به قتل او کرده بدون آنکه ثابت شود که آن شایعه صحت داشته باشد یا خیر، جدا از اینکه آیا او اساساً حق مجازات دارد یا خیر. متاسفانه فضای فرهنگی این مناطق به گونه‌ای است که افراد در چنین شرایطی آنچنان احساس سرفکندگی و بی‌آبرویی می‌کنند که برای پس گرفتن آبرو و حیثیت خود دست به هر کاری حتی قتل عزیزان خود می‌زنند. در این زمینه نمونه‌های فراوانی از همکاری زنان با مردان در قتل‌های ناموسی ذکر می‌شود. خانمی از شوش دانیال می‌گفت در همسایگی ما خانواده‌ای زندگی می‌کردند که روزی دختر به مادرش گفته بود مادر من از پسری خوشم آمده و دوست دارم با او ازدواج کنم، تو برو با برادرها و پسر عموهایم صحبت کن تا اجازه دهند من با آن پسر ازدواج کنم. مادر میگوید بسیار خوب، تو در خانه بمان تا من به مغازه برادرت بروم و با آنها حرف بزنم. پس از مدتی به جای مادر برادرها به همراه پسر عمو وارد خانه میشوند، دختر را به حمام خانه میبرند و در همانجا سر او را میبرند و به این ترتیب او را به قتل میرسند. همسر این خانم هم میگوید فرهنگ این منطقه به گونه ای است که اگر مجازات در مورد زن خاطی انجام نشود آن خانواده و طایفه‌اش برای همیشه طرد میشود. نه کسی از آن طایفه دختری را به همسری قبول میکند و نه دختران خود را به همسری مردان آن طایفه در میآورند. از طریق یک دبیر دبیرستان توانستم با دختری که خواهرش به دلیل حرف زدن با یک پسر به قتل رسیده صحبت کنم. از او خواستم برایم امکانی را فراهم کند که بتوانم با مادرش هم ملاقات کنم و در این مورد با او صحبت کنم. او با صراحت گفت چنین چیزی امکان ندارد. گفتم چرا؟ گفت خانم دست از سرم بردار. مادر من قرص‌های فراموشی‌آور، قرص‌های اعصاب و روان می‌خورد تا آن اتفاق و خواهرم را فراموش کند. او هرگز حاضر نمی‌شود در این مورد با شما صحبت کند. با مرد جوانی در اندیمشک که دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی است سر صحبت در مورد قتل‌های ناموسی در آن شهر را باز کردم. او هم تایید می‌کرد که هر ساله در اندیمشک چندین قتل ناموسی اتفاق می‌افتد. از اون میپرسم شما در مورد قتل زنانی که دورو بر شما اتفاق میفتد چه احساسی دارید؟ میگوید احساس بدی دارم و برای هر زنی که در این منطقه زندگی میکند نگرانم. میپرسم آیا با اطرافیانت در این مورد صحبت میکنید؟ میگوید بله، ولی خانواده‌ام نظراتم را میشنوند و احساس میکنند که من نسبت به این زنان حس دلسوزی دارم. به من میگویند تو اصلاً آدم بی غیرتی است. مردانی که در چنین فضایی زندگی می کنند تحت فشار زیادی قرار دارند. من خودم مردی را می شناسم که همسرش پس از طلاق از او با دوست او ازدواج کرد، اما او اقدام به قتل وی نکرد.
این امر باعث شد که موجی از فشارها و تحقیرها به طرف او و خانوادهش سرازیر شود. نهایتاً او یک شب برای همیشه از این شهر رفت و ارتباط خود را با خانواده و اقوامش قطع کرد. حتی خانوادهش به او پیغام دادند که اگر خودت قصد کشتن این زن را نداری، پس اجازه بده ما او را بکشیم. مرد طایفه هم کمتر از زن طایفه تحت فشار نیست، هرچند که زنان در این منطقه تحت فشارهای گوناگون قرار دارند. با هر مرد و زنی که در این مورد صحبت کردم پرسیدم بیشترین تعداد قتل‌های ناموسی مربوط به زنان ازدواج کرده است یا دختران ازدواج نکرده. بیشترین پاسخها مربوط به زنان ازدواج کرده بود. در این دیدارها تلاش کردم با مسئولان قضایی این استان نیز گفتگو کنم. از همه آنها سوال می کردم بر اساس شنیده های من آمار زنان ازدواج کرده در قتل‌های ناموسی بیشتر از دختران است و آنها هم این گفته را تایید می کردند. دوباره سوال می کردم چه تعدادی از این زنان به قتل رسیده بر اساس سوء زن به قتل می رسند و چه بخشی از آنان بر اساس موارد اثبات شده. جملگی می گفتند بیشتر از 50% این قتل‌ها بر اساس سوء زن اثبات نشده انجام می شود. از این افراد سوال می کنم به دلیل شرایط حاد زنان آیا مراکزی در این استان وجود دارد که اگر زنان احساس خطر کردند به آنجا پناه ببرند تا از مرگ نجات یابند؟ آیا بهزیستی این استان مراکز امنی را برای این زنان تدارک دیده؟ آنان در پاسخ می گفتند خیر، چون این مراکزی در این استان وجود ندارد. تا جایی که مجبور شدیم برخی از این زنان و دختران را ماها در زندان نگه داریم و متاسفانه به محض خروج آنها از زندان توسط خانواده خود به قتل رسیدند. باز می پرسم آیا نمی شود آنها را از این استان خارج کرده و تحویل بهزیستی تهران دهید؟ میگوید خیر، ما چنین قانونی نداریم و از آنجایی که پدر ولی دختر است حق دارد که بداند دخترش کجاست و ما نمیتوانیم آنان را مخفی کنیم. ما قانونی در این خصوص نداریم. بیشترین افرادی که با آنها صحبت کردم تحصیلات اکثریت خانواده هایی که قتل ناموسی در بینشان اتفاق افتاده را تا مقطع راهنمایی اعلام کردند و آنها را متعلق به خانواده‌های فقیر و کم درآمد دانستند، ولی موارد نچندان کمی هم در بین طبقه متوسط به بالا مشاهده شده است. فشرده از نتایج تحقیقات میدانی درباره قتل‌های ناموسی در برخی از استان‌های ایران. این تحقیقات با استفاده از روش مصاحبه عمقی انجام شده است، اما مصاحبه شوندگان از غرب تا شرق و نیز جنوب کشور پاسخهای مشابه به پرسشهای مطرح شده دادند. البته در برخی از استانها مواردی خاص نیز از سوی مصاحبه شونده ها مطرح شده است. فشرده اجمالی مباحث مطرح شده در نمونه های استانی مورد مطالعه بدین قرار است. استان آذربایجان غربی. مولودی روزنامه‌نگار بر این عقیده است که پدیده قتل‌های ناموسی در اکثر شهرها و روستاهای این استان مشاهده می‌شود، ولی در شمال استان آذربایجان غربی که بیشتر کردها در این منطقه سکونت دارند بیشتر اتفاق می‌افتد و در توزیع فراوانی این پدیده تفاوت معناداری نیز بین شهر و روستا مشاهده نمی‌شود. این قتل‌ها بیشتر در مورد زنان شوهردار اتفاق می افتد و دلیل آن وجود سوء زن به آنهاست که تنها برخی واقعیت دارد و بسیاری اثبات نمی شود. البته دختران زیادی هم مشمول این قتل ها شده اند و دلیل آن نیز داشتن روابط دوستانه خارج از عرف و بدون اطلاع خانواده با پسران است. خانواده ها مخالف ازدواج دختران خود در خارج از محدوده مذهبی و قومی هستند. آنها معتقدند که باید کرد با کرد و ترک با ترک ازدواج کنند. اما برخی از جوانان خود را مقید به این حدود نمی دانند. به همین دلیل آمار فرار دختران به سوی مرز و دیگر مناطق زیاد است. این قتل ها در مناطق عشایرنشین
بیشتر دیده می شود. این قتل ها بین افرادی که دارای تحصیلات پایینی هستند بیشتر دیده می شود. این قتل ها در همه طبقات اعم از فقیر، متوسط و خانواده های مرفه دیده می شود. استان کردستان. بر اساس گزارش های خانم پروین ذبیحی و نگین شیخ الاسلامی، پراکندگی و شیوع این قتل ها در قسمت های مختلف این استان وجود دارد. همچنین احسان هوشمند نیز تحقیقی در خصوص قتل های ناموسی در مریوان انجام داده که برخی نتایج آن به شرح ذیل است. اکثریت قریب به اتفاق مقتولین را زنان ازدواج کرده تشکیل می دهند. سن مقتولین کمتر از 30 سال است. مقتولین معمولاً ازدواج موفقی نداشته و ازدواج آنها اجباری بوده است. همچنین در این تحقیق آمده است که تفاوت سنی قابل ملاحظه‌ای میان مقتولین زن با شوهرانشان وجود دارد. قتل این زنان بیشتر به دلیل سوء زن بوده، در حالی که دلایل و شواهد محکمی برای اثبات آن سوء زنها وجود ندارد. استان کرمانشاه. خانم نوشین محمدی، سردبیر نشریه ندای جامعه، فراوانی قتل‌های ناموسی را در این استان در شهرستان‌های گیلان غرب، جوانرود، اسلام‌آباد غرب و روستاهای این استان عنوان نمود. وقوع این قتل‌ها در شهرها و روستاهای دیگر این استان هم مشاهده می‌شود. در مناطق یاد شده ازدواج‌ها اکثراً اجباری و از طرف خانواده تعیین می‌شود. فضای فرهنگی این استان به گونه ای است که فرهنگ عمومی با این قتل‌ها همراهی و همدلی دارد. سطح تحصیلات در این مناطق پایین است و مردم در این مناطق چندان ارتباطی با استان‌های مرکزی ندارند و شهرستان‌ها از هر نوع پیشرفتی باز ماندند. سردبیر نشریه ندای جامعه در مخالفت با قتل‌های ناموسی، زنان کرمانشاهی را پیشروتر از مردان این استان می‌داند و اضافه می‌کند که قتل‌های ناموسی این زنان را بسیار متأثر می‌کند. نکته دیگری که نوشین محمدی با اظهار تأسف از گفته‌هایش می‌افزاید این است که NGO‌های زنان به دستور استانداری کرمانشاه از فعالیت منع شده‌اند و وقتی که انجمن‌هایی که دغدغه مسائل زنان را دارند حق هیچ فعالیتی ندارند، چطور میتوان به مهار چنین مسئله‌ای اندیشید؟ استان لرستان. گفتگو با چند تن از لرستانی‌ها پراکندگی قتل‌های ناموسی را در اکثر شهرها و روستاهای این استان حکایت می‌کند، ولی این قتل‌ها در شهرهای خرم‌آباد و نورآباد بیشتر مشاهده می‌شود. دلیل عمده این قتل‌ها مانند سایر استانهای ذکر شده بر اساس سوء زنهای اثبات نشده است و تعداد زنان ازدواج کرده در این قتلها بیشتر از دختران ازدواج نکرده است. سطح تحصیلات این خانواده ها در حد دیپلم و زیر دیپلم اعلام می شود. این قتلها در بین طبقات فقیر، متوسط و نیز مرفه دیده می شود. ازدواج‌های اجباری به وفور رایج است. هنوز رسم ناف بریدن، منظور نامزد کردن یک دختر در بدو تولد برای یک پسر، وجود دارد و در مناطق دیگر که این رسم منسوخ شده، ازدواج‌های اجباری از طریق اصرار بیش از حد خانواده‌ها اعمال می‌شود و دختر و پسر را در شرایطی قرار می‌دهند که راهی جز پذیرفتن انتخاب خانواده ندارند. دلیل بسیاری از این قتل‌ها شایعه سازی افراد غریبه، آشنا و اقوام در مورد زنان عنوان می شود. استان همدان. راضیه محسنی، کارشناس ارشد مطالعات زنان، هادی احتزازی و حسین مجاهد در مورد قتل‌های ناموسی در استان همدان به موارد ذیل اشاره می کنند. در حاشیه شهر همدان در منطقه‌ای به نام حصار علی‌آباد، منطقه قصاب‌ها و دیزج که مناطقی مهاجرنشین است و ترکیبی از قومیت کرد، لور و ترک زندگی می‌کنند، قتل‌های ناموسی بیشتر مشاهده می‌شود. در این منطقه ازدواج‌ها درون طایفگی است. در آنجا مردان دارای روحیه شدید مردسالاری هستند. اعمال خشونت نسبت به زنان در بین آنان دیده می‌شود و زنان از عدم امنیت روانی رنج می‌برند. همچنین در شهرستان بهار و نیز نهاوند که بخش لرنشین استان همدان است و روستای آبشینه در نزدیکی شهر همدان، قتل‌های ناموسی مشاهده می‌شود.
وضعیت تحصیلی ساکنان این منطقه پایین و از نظر اقتصادی هم از فقر شدیدی رنج میبرند، هرچند که گاه این قتل‌ها در بین طبقات متوسط و مرفه هم مشاهده شده است. در این منطقه ازدواج‌ها در سنین پایین اتفاق می‌افتد و سپس به سرخوردگی‌های زیادی خصوصاً در بین زنان منجر می‌شود. چند همسری در بین مردان استان امری عادی است و پدیده چند همسری در بین ساکنان غیر مهاجر استان همدان حتی در بین افراد تحصیل کرده نیز وجود دارد. ازدواج‌های اجباری در این مناطق نیز مرسوم است. به ازدواج درآوردن دختران کم سن برای مردان مسن به دلیل فقر اقتصادی باعث تشدید و افزایش این گونه ازدواج‌ها شده است. برخی از این قتل‌ها به دلیل اعتراضاتی است که زنان به ضعف اخلاقی مردان دارند. مردان هم متقابلاً به آنها اتهامات اخلاقی می‌زنند و بر اساس همین اتهامات زنان را به قتل می‌رسانند. در برخی موارد نیز به دلیل ارتباط مردان با زنان متعدد، همسران آنها به تلافی روابط همسرانشان اقدام به برقراری رابطه با مردان دیگر می کنند که آن رابطه زمینه قتل این زنان را فراهم می سازد. قتل‌های ناموسی در جهان. نکته مهم و قابل اعتنا در خصوص قتل‌های ناموسی این است که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که در تمامی همسایگان شرقی، غربی و جنوبی آن قتل ناموسی امری را عادی و از جمله حقوق طبیعی مردان به شمار می‌آید. کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکیه، عراق و نیز کشورهای حوزه خلیج فارس جملگی کشورهایی هستند که سالانه دارای آمار قابل توجهی از قتل‌های ناموسی هستند. ناگفته نماند که بر اساس گزارش سازمان ملل در سراسر جهان سالانه بیش از 5000 زن و دختر مشمول قتل‌های ناموسی می‌شوند و در کشوری مانند پاکستان هر ساله بیش از 1000 زن به دلیل موضوعات حیثیتی کشته می شود. البته وجود قتل‌های ناموسی به ایران و همسایگان آن منتهی نمی شود، بلکه بر اساس گزارش سازمان ملل فراوانی قتل‌های ناموسی در شرق و جنوب آسیا و نیز شمال آفریقا و آمریکای لاتین و حتی برخی کشورهای اروپایی وجود دارد و در کشورهای مانند پاکستان، بنگلادش، هندوستان، اردن، یمن، مصر، عربستان، سوریه، اسرائیل، مراکش، آلمان، انگلیس، ایتالیا، پرو، آرژانتین، گواتمالا، برزیل، اکوادور نیز گزارش می شود. داستان قتل‌های ناموسی زنان در دیگر کشورها دقیقاً مانند زنان ایرانی است. آنها یا به دلیل انتخاب همسر دلخواه محکوم به قتل می شوند و یا مورد سوءظن والدین خود قرار می گیرند و به دلیل یک سوء زن آن هم در سنین پایین محکوم به قتل ناموسی می شوند. یک نمونه از این زنان ژنا، زن جوان بنگلادشی الاصل است که در لندن نیز زندگی می کند. او برای ازدواج با پسر مورد علاقه‌اش مقابل خانواده نیست. پس از این جریان خانواده به دلیل اینکه وی حیثیت خانواده خود را زیر پا گذاشته برای او جلسه خانوادگی تشکیل می دهند. مادر ژنا معتقد بود به خاطر اینکه با آبروی خانوادهش بازی شده باید دخترش با نوشیدن جام زهر خود را بکشد. او در خانه زندانی شده بود اما در یک فرصت تنها با 46 پوند توانست فرار کند و خود را به پلیس و گروه‌های حامی زنان برساند.